بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بأمید از اینکه همه تان جور و صحت مند باشین قسمی که میفهمین دی سمستر شما یک مضمون با نام ویژوال پروگرامینگ 2 دارین که ادامه مضمون سمستر پیشتان است که با نام ویژوال پروگرامینگ 1 خوانده بودین در این روز لکچر اولی ماست که اجنده لکچر اولی ما قرار است از کورس انتروڈکشن، متد آف دیلیوری، کورس میتیریل، تولز انتروڈکشن، کریئیٹنگ ا فرسٹ ونڈوز اپلیکیشن فارم اینڈ ونڈوز فارم اپلیکیشن اینڈ ورکنگ ود سم بیسک کنٹرولز فارم کنٹرولز فرسٹلی درباره کورس انتروڈکشن براتان بگویم که شما که در سمستر پیش ویژوال پروگرامینگ وان خوانده بودین که در ای مضمون در این کورس ما معمولا از تکنولوژی دات نت فریمورک استفاده کرده که زبان سی شارپ است اینجا انتخاب کردیم برای ویژوال پروگرامینگ از او استفاده میکردیم و شروعش هم از بیسیک پروگرامینگ کانسپت تا سم اکستند بود در ویژوال پروگرامینگ 1 در اینجا در ویژوال پروگرامینگ 2 هم قسمی که گفتم ادامه امو کورس است و برای زی کورس پری ریکویزیت هم امو ویژوال پروگرامینگ 1 است پری ریکویزیت با این مانا که شما باید او را خوانده باشین او را فهمیده باشین تا که کورس ادامه بدین اونایی که خوب پرکتس نکردن خوب نخواندن یک توصیه ما می است که یک بار مرور کنن حتما به خاطر که ای ادوانس فرم یا مو کورس است دیج چیزای باز می باشه که ما نمیتونیم از بیسیک و ابتدا شروع کنیم شما باید بیسیک اندرستاندینگ اف ویژوال پروگرامینگ 1 داشته باشین تا که ویژوال پروگرامینگ 2 را یا همراه ما ادامه داده بتانین وقت دارین بیا زوم از خانه درس می خوانیم از این وقت استفاده کرده اول اگر شما مروری با ویژوال پروگرامینگ 1 کنین تا جایی که خواندین و بعد از اوی ادامه بتین بسیار خوب میشه دوم درباره متد آف دلیوری که گپ بزنیم چطور درس میخوانیم این کورس معمولا کود بیز است مطلب از یاد دلیوری آف کنسپت نیست بخاطر که در پروگرامینگ اکثر کنسپت دلیوری که است بیسیک پروگرامینگ کنسپت که است از سمستر دو شما میخوانین همو پروگرامینگ کنسپت که فایت میکنه دیگه ایجا شما و بیا از اون در ویژوال پروگرامینگ وان شما کنسپچوال هم رفتین و کور هم کردین او چیزها را معمولا میفهمین ایجا ما کوشش میکنیم که اگر چیزهای نو هستند که شما در سمسترهای پیش و مخصوصا در ویژوال پروگرامینگ وان نخواندین او را کنسپچوال هم دلیور کنیم مگر معمولا زیاد تمرکز ما بالای کود و نوشته کردن کود کود اپتیمایزیشن و ای چیزها هستند که یک اپلیکیشن اجور کرده بتانیم و کوشش میکنیم که اپلیکیشن بیزی کورس ما ادامه بتم تا که تا ختم کورس هر یکی تان بتانین یک یک اپلیکیشن بسازین و توقع ما می است از اسایمنت از پروجکت ما می کار با شما خواد کردین که یک اپلیکیشن بگیرین و او را جور کنین از این خاطر ما متد دیلیوری ما معمولا برای قسم ادوانس کورس هیچ باشه که دایرکت سر اپلیکیشن کار میکنم چون از خانه درس میخوانیم ما برای تان ویدیو ریکارد میکنم دا ویدیو ریکارد کوش میکنم کانسپت دلیوری هم شوه و کود و اپلیکیشنی که میسازیم بالا از ما کار خود کنیم درباره مواد درسی کورس میتریال شما میتونین از ویدیو استفاده کنین که ما براتون هر روزه نظر به تقسیم اوقاتتان اپلود میکنم دوم ما براتون نوت هم میتم بعضی از نوتای هستن که شما را کمک میکنه که معمولا از شروع هستن تا بسیار یک حدی تا به دیتابیز کلی بیسیک کنسپت هم است از کنسول اپلیکیشن هم هستن و از ویندوز فارم هم هستن این نوت هم را ایتان شریک می سازم از این استفاده کرده می تانین و مرا تعقیب کرده می تانین و کتاب هم اگر نیاز بود کتاب هم را ایتان شریک می سازم از این سه چیز شما می تانین از کورس میتریال استفاده کنین که از خود خوانده می تانین نوت است کتاب است ویدیو است و وبسایت هم معمولا زیاد هستن اگر بود در جریان ویدیو ما برتان یگانی وبسایت معرفی می کنم که از او شما هلپ گرفته می تانین در چی کار میکنیم تولز شما قسمی که در ویژوال پروگرامینگ 1 استفاده کردین از ویژوال استودیو ایجا ما هم یک تولی است به نام مایکروسافت ویژوال استودیو که دیجا میتونیم کود دات نت فریم ورک نوشته کنیم و به شکل خوبش پیش بریم از همی استفاده میکنیم خب ایک جا
इके बारेदार से मुझे मैं दो टॉपिक इंतखाब करें क्रिएटिंग अ विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन या विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन हमें सोचें मबादन बोला बहुत ज्यादा टूल है विंडोज फॉर्म कार में करें बहुत ज्यादा एलिमेंटर मॉरिफी में करें वह बहुत इन्वायरमेंट माशना में शेन आज बिस्वार इब्तदा शुरू न में करें बखातर के विजुअल प्रोग्रामिंग वन का दिन वही जब मुतासिफाना चुन आज दस्ती में वायरस का कारण दिन अक्सर चंद हफ्ते में जाए शुदा वह कोशिश मुहमी खुद बुद के در دا الا هشت الا دا هفته مکمل کورس کور کنیم از این خاطر بیسیکس به شما میمانم قسمی که در کورس پیشتان خواندین مرور کنین بخوانین و تجربه کنین اگر سوال بود میتونین سوال کنین منده ها ایجا چون این کورس به چند تا صنف تدریس میشه و می یک کورس ما که ریکارد میکنیم به چند تا صنف میتیم نظر به صنف هایی که ما معلومات گرفتم از طرف صبح شوم بازیتان تا کلاس وی جای خواندین ابجکت اورینتد و بازیتان هم تا اره و تا ختم شروع کلاس تقریبا همو جای خواندین امو برای بسی کمو کفایت میکنه دی کورس قسمی که ما گفتم پروژیکت بیس کار میکنیم به این معنا که ما میخوایم یک اپلیکیشن برای تان بسازم و همو چیزهای مهمی که بعدن تکرار نشدنی شدنی نیستن به خاطر که چیزهایی که شما در بیسکس خواندین از سمستر دو خوانده رایستین این چیزهای نو که ایجاستن ای را میخوانیم کوش میکنیم این روز فرم اپلیکیشن را جور کنیم دیتابیز کنکتیویتی دیتابیز آپریشنز کرود آپریشنز و برای ساختن یک اپلیکیشن و باز از تکنولوژی دات نت فریم ورک که بعدن سر زو گپ میزنیم و را میرا کور میکنیم از این خاطر شروعی که ما میکنم دی سه کورس ویژوال پروگرامینگ تو از جور کردن یک ویندوز فرم اپلیکیشن میکنم و بعدن وقتی که پیش میریم نظر به کار خود هر کانسپتی که هر به اصطلاح پروگرامینگ کانستراکتی که پیش ما میایه او را تشریح کرده پیش میریم خب برای شما به این اپلیکیشن و سافتویر ویژوال استودیو بلد هستین ما ازیوم میکنم به خاطر که سمستر اول ما به همراهتان نبود ازیوم میکنم اما چیزایی که در ویژوال پروگرامینگ وان اسورا میفهمین قسمی که شما میفهمین که یک ویندوز فرم اپلیکیشن چطور جور کنین برای کسایی که پرکتیس ندارن و زیاد وقت شده اینجا ما یک راهنمایی میکنم که شما میتونین از منیو فایل بیاین و از اینجا نیو بگیرین و یک پروژیکت که نو ما جور کنیم اینجا ما در دات نت فریمورک مختلف تکنولوژی و مختلف لنگویج ها و تول ها را داریم که اینجا مربوط ما که میشه شما فقط میایین در ویژوال سی شاپ اینجا بالا ویژوال بیسیک هم هستن این معمولا امکان داره امرایتان به شکل باشه که در ویژوال بیسیک نرین در ویژوال سی شارپ برین و داخل ازی شما میتونین ما اینجا در ویژوال سی شارپ میتونیم که هم ویندوز اپلیکیشن جور کنیم هم ویب اپلیکیشن جور کنیم که باز مربوط اس پی میشه اینجا موضوع ما ویندوز است ما ویندوز سلیکت میکنیم و دی طرف آمده یک ویندوز فرم اپلیکیشن انتخاب میکنیم که میخوایم یک ویندوز فرم اپلیکیشن را جور کنیم اینجا ما میتونیم نام به ویندوز فرم اپلیکیشن خود بدیم فرضاً ما یک نام دسکریپتیو میتونم تا که مربوط به لکچر ما باشه و میجا باز ادامه داده بتانیم ما برش نام میتونم آنلاین کلاس همه قدر کفایت میکنه خب در کجای پروژیکت کریت میشه مکمل پاتش است اگر میخواین میتونین تغییر بتین ما می قسم میمانیم و وقتی که ما پروژیکت به نام جور میکنیم به نام سلوشن هم همراهشان جور میشه این ما می قسم میمانیم و کریت سلوشن دایرکتری هم چک میمانیم این را اوکی میکنیم وقتی که اوکی کردیم برای ما این پروژیکت و یک سلوشن تیار جور میشه و میتونیم که باز دو ادامه بدیم خب وقتی که جور میشه در ویندوز فرم اپلیکیشن قسمی که از ایتان معلومات گرفتم شما پیش همی کار کردین بعضی از فرما را جور کردین به خاطر کلکولیتر و دکشنری و گپا ایجا از نظر اپلیکیشن ما پیش میریم خب ای یک فرمی در ویندوز فرم اپلیکیشن در بار اول که ما جور کنیم به شکل جور میشه ایجا در این انوارمنت یک کمی براتان معرفی کنم برای کسایی که بلد نیستن ما مختلف چی داریم نویگیشن داریم و طولا داریم که استفاده کرده میتونیم این پروژیکت که ما جور کردم و در ویندوز فرم جور شد ای را ما از اینجا سلوشن اکسپلورر دیده میتونیم که بسیکلی امرای ما یک سلوشن جور شده است در پروژیکت به نام آنلاین کلاس در این آنلاین کلاس ما مختلف
چیزها را میتونیم داشته باشیم که اینجا چون یک ویندوز فرم اپلیکیشن است در باره پراپرتیز و رفرنس بعدن گپ بزنیم امی فرمی که برای ما اینجا معلوم میشه فرم 1 یا اصلا اینی فرم است که ما جور کردیم وقتی که قسم یک فرم جور میشه امرای ازی 3-4 چیزها جور میشن بعدن با تفصیل گپ میزنیم آره خبر میمانیم و دوم یک پروگرام دات سی اس یک کلاس جور شده است که در کلاس شما اگر بیاین ببینین امو مین کلاس ما یا مین میتد ما است که ستارتنگ آف دا پروگرام اینڈیکیت میکنه که میرے ما میگه که وقتی که یہ پروجیکٹ ما رن میشه یہ پروجیکٹ ما ستارت میشه سلوشن ما اوپن میکنیم از کجا باید شروع شوه فارم اولی که او باید رن شوه او کدام فارم است ایجا در این مین میتد ای را برش گفته شده که باید فارم 1 رن شوه فارم 1 همی فارمی است که ایجا ما جور کردیم فرزن اگر ایرم میخوایم ما ستارت کنم پروژیکت را ستارت میکنم ای پروژیکت بیلت میشه و بعدا این فرم که جور کردیم ای بایی شکل برای ما معلوم میشه کلوز میکنم ایره خب ای یک بود سلوشن اکسپلورر که از اینجا مکمل پروژیکت سلوشن خود ما ارگنایز کرده میتونیم فایل های و فولدر های سلوشن خود ما ارگنایز کرده میتونیم مطلب ما نیاز به زینا داریم ضرورت به زینی است که ما بریم دو فولدر جایی که سیف شده او جایی یک فایل های فولدر های اید کنیم از اینجا کل کنترول ما داریم دوم پراپرتیز می باشن از این فرم مختلف چیزهای شما کنترل کرده میتونیم فرزن سایزش ها فرزن این کنترل های بتنش ها آیکن و نام و کلی بیگراند کلور این چیزهای شیر از کجا میکنیم سر از این رایت کلیک میکنیم در پراپرتیز که میرین یک پراپرتیز تیب باز میشه این پراپرتیز تیب همیجا می باشنم ای اگر شما کلیک میکنین این پراپرتیز تیب کلی پراپرتی مربوطی فرم برای ما نشان میده تنها از فرم نی از هر المنت فرم ما این پراپرتی هاش کنترل کرده میتونیم خب قسمی که شما میفهمین ما نمیتونیم کی پراپرتی ها را از اول تا آخر تشریح کنیم و بخوانیم به خاطر که بسیار زیاد هستن و مربوطی هر فرم المنتی که میشن فرزن بتن و تکس باکس و چک باکس و چیزا هر یکیش متفاوت پراپرتی داره در بعضی جا باز نمیتونیم که کل شما از سر تا آخر بخوانیم منتها چیزایی که نیاز میشن و پیش میریم میخوانیم و دیگه شما شما خودتان هم دیسکاور کرده میتونیم از این پراپرتی ها میتونیم که اپیرنس و کنترول های فرم تغییر بدیم باز در این پراپرتی ها یک تب دیگه داریم با نام ایونتس که ما میتونیم ایونت مربوطی یک المنت فرم خود کنترل کنیم ایونت ها را شما میفهمین ما بعدا به این موضوع میایم دیگه در این فرم معمولا اگر شما ایده باشین در فرم ما اکثر فرم المنت ها را داریم یا فرم کنترل ها را داریم قسمی که شما در جاوا شاید خوانده باشین و در وب پروگرامینگ تان خوانده باشین در وب دیزاینینگ قسمی که در HTML شما یک فرم جور میکنین و مختلف فرم کنترل ها را مینداختین و کلی امو قسم چیزا را ما جمع آورده میتونیم از کجا میاریم او را در این بغل اگر شما ببینین به نام تول باکس یک کنترل داریم که از اینجا ما میتونیم مختلف نوع کنترل های فرم از اینجا بیاریم فرضاً میخوایم بتن بیاریم چک باکس بیاریم دیتا تایم پیکر باشه لیبل باشه مینیو باشه مختلف کانتینر ها مختلف دیالوگ و چیزا را آورده میتونیم دیگه در این طرف شما یک به نام سرور اکسپلورر دارین که در اینجا ما اگر بخوایم که دیتابیز داشته باشیم با این فرم وصل کنیم دیتا را از این فرم به دیتابیز از دیتابیز به همه قسم چند فرم ها بیاریم باز ما از این سرور اکسپلورر استفاده میکنیم وقتی که در موضوع دیتابیز رسیدیم باز از این استفاده میکنیم خب این بود بسیکلی یک ویندوز فرم اپلیکیشن جور کردن و امروز برای بعضی از فرم کنترل ها گپ میزنیم تا که بعضی از پراپرتی و ایونت ها را ما گرفته بتانیم با شما یک موقع داده شوه که یک پریکتس و مرور کنین با چیزایی که امروز خواندیم تا که باز ادامه داده بتانیم خب وقتی که بودا یک فرم ما یک کنترل اد میکنیم یک المنت فرم اد میکنیم پس می گفتم میایم در بخش تول باکس و از اینجا هر کنترلی که بخوایم اد کرده میتونیم فرضاً یک کنترل بیسیک که کلتون میشناسین بتن است از اوجا درگ میکنیم و اینجا دراپ میکنیم یعنی قسم یک بتن برای ما جور میشه دیگه در یک جای فرزنی را ما جا با جای میکنم از این بتن مختلف پراپرتی هایش که ما میخوایم کنترل کنیم قسمی که پیش گفتم بالای هر المنت فرم که ما رایت کلیک کنیم یک پاپ اپ مینیو میاد
فرزان اگه ایجا ما بالای فام رایت کلیک میکنم پاپ اپ منیو می اگر در پراپرتیز میروم پراپرتی های مربوط فام باز میشه ایجا شما ایده میتونین فام آن پراپرتیز اگر فرزان ما بالای بٹن کلیک میکنم رایت و در پراپرتیش میروم پراپرتی های مربوط ای بٹن باز میشه ایجا ما مختلف پراپرتی بٹن تغییر داده میتونم فرزان اگر دایرکتلی ما بیایم دی بٹن ایجا شما دیده میتونین چیزی که در بالای بٹن نوشته است او توسط ای تکس پراپرتیش کنترل میشه اگر ایرا ما تغییر میتونم فرزان ما نوشته میکنم که کلیک می به قسم ما نوشته بالای بٹن تغییر داده میتونیم دیگه هم مختلف پراپرتی های بٹن که هستن که شما البته پیش هم کار کردین شما ایرا یک پرکتس و مرور کرده میتونین بعضی از پراپرتی هستن وقتی که ما پروژیکت بیس کار شروع کردیم او را باز ما منیج میکنیم فرزن میتونین که دی بٹن یک عکس اضافه کنین اگر میخواستین میتونین که امی رنگ نوشتیش که از کلیک می که دستی آسی را تغییر بتین از فار کلر فانت مکمل تغییر بتین فرزن شما میاین یک فانت انتخاب میکنین بولد و ایتالیک و ایگا پایش و سایز نوشتر انتخاب میکنن اوکی میکنین جب ببینین فان تغییر میشه با می ترتیب اگر میخواستین که در بیگراوند یک اکس بیارین دهی بطن از ایجا شما ورده میتونین بیگراوند میج با می ترتیب مختلف یه پراپرتی هاشو شما کنترل کرده میتونین خب اگر میخواین که فرزن وقتی که معمولا گپ بٹن می باشه وقت بٹن بخاطر ایجاست که ما سرش کلیک کنیم یک کار انجام شوه مهمترین گپ دی جمعی است که را ما چی میگیم یک ایونت میگیم ایونت چی می باشه که وقتی که ما با یک کنترل فرم یک عمل انجام میتیم او چی عکس العمل برای ما نشان بده فرزن اگر ما سریزی بٹن کلیک میکنم چی کار باید انجام شوه اگر ما دبل کلیک میکنم چی کار انجام شوه فرزن اگر ما کرسر بالایش میارم چی کار انجام شوه اگر کرسر میکشم چی کار انجام شوه یا کلشان چی هستن مختلف ایونت هستن فقط می گفتم ایونت فرم از کجا کنترل کرده میتونیم رایت کلیک پراپرتیز و ایجا در تیب ایونت اگر بیایم کل ایونت های مربوطی بٹن هستن که میتونیم میره ما کنترل کنیم پس می گفتم ماوس داون ماوس انتر ماوس اپ کلیگا پا وقتی که سایزش تغییر میشه وقتی که کی پرس میکنیم بالای بٹن انتر میزنیم و یا با بٹن معمولا که می باشه کلیک ایونت که وقتی که ما سر یک بٹن کلیک میکنم چی کار انجام شد فرزن ما میگم که سریزی بٹن ما میخوایم کلیک ایونت هندل کنم ما میتونیم کار با چند طریقه انجام بتم یک طریقه ای که ما دایرکتلی بیام سریزی دبل کلیک کنم شما ببینین این مرا میبره ده او دیزاین کلاس فرم 1 بود فرم 1 دیزاینر هستی و وقتی که ما سر ازی دبل کلیک کنیم ما رو ببینیم در فرم 1.cs میاره که یک کلاس فایلش هست کلاس ها شما الوڑی مشناسین و خواندین که چی می باشه اینجا وقتی که ما یک فرم کریت میکنیم در اصل چی می باشه در بگراند یک کلاس جور شده گی نمی باشه ایره شما ببینین این کلاس فرم 1 است که از فرم چی شده است انهرد شده است و ای هم با مثلا کنستراکتر کلاس هست که شما خواندین و ایجا که ما چی کدوم بالای ای فرم دبل کلیک کدوم ما را دایرکتلی آورد به این متد این متد چی است یک ایونت هندلر است کدام ایونت وقت که سری BTN1 ما کلیک میکنیم چی کار باید انجام شو ایجا نشان میدیم خب فرزن ما میخوایم وقتی که سریزی بتن کلیک میشه برای ما یک دیالوگ باکس بیایه مسیج باکس بیایه ایجا با می چی ما مختلف مسیج باکس ها را میاد بگیریم که در سی شارپ ما چند نوع مسیج باکس ها داریم در سی شارپ وقتی که ما یک مسیج باکس ها جور میکنیم یا یک باکس ها میخوایم جور کنیم دیالوگ باکس ها جور میکنیم از یک مسیج باکس استفاده میکنیم مسیج باکس ها نوشته میکنیم دات شو وقتی که ما مسیج باکس دات شو را نوشته کنم شما جدیده میتونین که ما تقریبا 21 نوع مسیج باکس ها داریم که در اینجا ما استفاده کرده میتونیم فرضاً یک شکل ساده مسیج باکس اگر ما بگیرم مسیج باکس دات شو را نوشته میکنم خب ایچی است مسیج باکس آلریدی در سی شاپ یک تیار جور لایبرری و کلاس اگه شما ببینین اینجا مختلف نیم سپیس ها در اینجا اینکلود شده است از اول سیستم نیم سپیس سیستم کلکشن نیم سپیس سیستم کمپوننت مدل نیم سپیس دیتا دراینگ لینک تکست و ویندوز فرمز وقتی که system.windows.form نیم سپیس ما یوز میکنیم ما از مختلف کنترول های
ونڈوز فارم استفاده کرده میتونم کیا که شامی مسیج باکس است. مسیج باکس یعنی که ای پری دیفایند جور شدنی کلاس و است در این نیم سپیس که ما از استفاده میکنیم. در اوجه یک میتد با نام شو است که ما را کال میکنیم و ایجا ما برش یک مسیج فرزن پاس میکنم. در دبل کورس فرزن ما میگم که هلو ورد. ای را سیف میکنیم. ببینیم که چی میشه. وقتی که ما ای فارم رن میکنم و سریزی بطن کلیک میکنم، ببینین یک دیالوگ باکس اوپن میشه و دیگه چی میگه برای ما چیزی که دا داخل او میترد شو ما دا سترینگ پاس کردیم او دا به شکل معلومات برای ما نشان میده. می را اوکی میکنم و ای را کلوز میکنم. این یک شکل مسیج باکس است و دا زمان شما ببینین ما چی را کنترل کردیم. کلیک ایونت، کلیک ایونت فرم. وقتی که ما سری فرم کلیک میکنم میایا در کجا دی کلیک ایونت هندلر و دی جمع چی کردیم یک مسیج باکس شو کردیم که در بینش هی متن نوشته کردیم هلو ورلد. اوکی کلوز. خب این یک شکل مسیج باکس است. فرزن اگر دیگه شکل مسیج باکس ما میخوایم نشان بدم ایرا ما کامنت میکنم دبل بک سلش چی میکنی را کامنت میکنم. دیگه شکلش فرزن اگر ما می قسم نوشته کنم که مسیج باکس دات شو میخوایم یک مسیج باکس برای ما نشان بده. مگم اگر پیش شما دیالوگ باکس شما ایده باشون فقط هلو ورلد در بادی دیالوگ باکس برای ما نشان میداد، در کپشن چیزی نشان نمیداد. اگر ما به این طریقه می مسیج باکس جور میکنم که من نوشته میکنم که فرزن هلو ورلد در پرامیتر اولش یک سترینگ پاس میکنم و کاما دا پرامیتر دومش فرزن دوم سترنگ پاس میکنم. شما ایجا ببینین اگر تنها ما یک سترنگ پاس میکنم او یک فرمی مسیج باکس است. اگر ما کاما میزنم و دوم پرامیتر میتونم دوم پرامیتر چی میباشه؟ کپشنی مسیج باکس میباشه. فرزن ما ایجا نوشته میکنم که انفارمیشن یا یک متنی هر چیزی که باشه فرزن ما نوشته میکنم که مای مسیج، میخوایم یک مسیج ایجا نشان بدم. ایرا شما سیف کنین و بیان بالای زی بتن آلیا که کلیک میکنین ببینین چی میشه. دا ای دیالوگ باکس دا چیش دا کپشنش مای مسیج میایه و دا بادیش هلو ورلد میایه. یک چیز دیگه وقتی که ما فرم رن میکنم ببینین دا گوشه رن میشه. میخوایم که در کجا رن شوه؟ در سنتر رن شوه، در سنتر سکرین رن شوه. بخاطر ازی ما چی کرده میتونم بالای فرم رایت کلیک کنین دا پراپرتیز برین ایجا دا ایونتس نی بلکه دا پراپرٹی ٹیب بیاین و اگر پوینت بیاین ایجا سٹارٹ پوزیشن شما تغییر کرده میتونین از کجا با سنتر سکرین. آل اگم ایرا شما رن کنین ببینین در با موبین سکرین موقعیت میگیره. آل اگم ایرا کلیک میکنم ای ڈیالوگ باکس هم دا سنتر سکرین میاد. درست است به این شکل میتونیم که با مختلف فرم الیمنت ها ما کار کنیم. فرزن ایجا میایم دا کلیک ایونت ازی باز و میخوایم که یک شکل دیگه مسیج باکس براتون نشان بدم. خب شما اگر دا باشین دا شکل اول متنا یک پرامیتر پاس کردم به شکل سترینگ که او دا باڈی مسیج باکس میا. اگر ما دو سترینگ پاس میکنم سترینگ اول در باڈی مسیج باکس میا و سترینگ دوم در کپشن در عنوانش میا. میتونم در سیوم مرحله چی را پاس کنم فرزن امی فرم مسیج باکس اگر شما دیده باشین ما را رن میکنم سریزی کلیک کنین فقط یک چی میایه اوکی بتن میایه. فرزن میخوایم ما را تغییر بدم یس نو بیارم کنسل ان ترای ری ترای بیارم دیگه فرم های مسیج باکس که وجود دارن و را بیارم. به خاطر از این ما چی کرده میتونم ایجاد پرامیتر سوم ما را اسپسیفای کرده میتونیم که مسیج باکس ما کدام کنترل داشته باشه. خاطر از اون ما میتونیم که از امی مسیج باکس استفاده کنیم دات اگر شما پرتین خب مسیج باکس نه بلکه مسیج باکس بتنز. شما مسیج باکس بتنز دات بگیرین ایجا شما مختلف آپشن ها دارین که از انتخاب کرده بتونین. حالی که میامیه کدام شکلش میای بای دیفالت اوکی که تنها مسیج باکس یک اوکی بتن داره. فرزن ما میتونم بگویم که یس نو. ای را شما سیف کنین و رن کنین ببینین وقتی که سرزی ما کلیک میکنم مسیج باکس ما تغییر میکنه تانا اوکی نمیاد یس نو میاد یس و وقتی که سرزی ما کلیک میکنم
وقت کې ما یس هم کلیک میکنم گم میشه کدام کار نمیشه، وقتی که نو کلیک میکنم هم گم میشه کدام کار نمیشه. باید چی کنیم؟ ایرا ما کنترل کرده میتانیم. چطور کنترل میکنیم؟ ایرا می آره براتان میگم. خب یک شکل دیگه میسیج باکس گرفته میدانیم. فرضاً اگر ما بخوایم که یک آیکن بیارم در بالای در می میسیج باکس، چطور کرده میتانم؟ ما میتانیم که میسیج باکس آیکن بگیریم دات. کدام آیکن میخوای بیاری؟ مختلف آیکن هستن، ارر، کراس واری، هند، دست واری، انفارمیشن واری، یا کوشن مارک واری، یا ستاپ وارنینگ، مختلف انواع آیکن ها را ما اینجا گرفته میتانیم و هر یکی شکی بگیریم این مسیج باکس خاصیت امو چی را میگیره، کنترول میگیره. فرضاً اگر ما بیایم اینجا کوشن بانم و ایره رن کنم، شما بین وقتی که سریزی ما کلیک میکنم یک مسیج باکس بیای با کوشن مارک، یس قدم میتونیم و ایره ما نو قدم میتونیم. خب حالا میخوایم اگر ما یس کنم یک کار انجام شوه و اگر نو کنم دیگه کار انجام شوه. این کار چطور قدم میتونم؟ یک کنترل دیگه فرم هم اینجا ما یاد میگیریم. فرضاً ما میایم در فرم یک کنترل بسیار عام دیگه را میگیرم که شما میفهمین، تکست باکس است. اگر ما اینجا بیایم تکست باکس بگیرم یک دانه، در این موقعیت میمانم و این سایزش جور میکنم. خب مختلف پراپرتی تکس باکس هم کنترل کرده میتونیم. یک چند تا پراپرتی هاش همی بینیم، در پراپرتیش میایم. فرزن تکس اگر من نوشته کنم دیجا با دیفالت تکس میایی را نمیخوایم کنم، منتها یک پراپرتی با نام نیم ایجا وجود داره که توسط کدام نام در کوت به این تکس باکس ما رفرنس میتیم. این تکس باکس ما با کدام نام اکسس میکنیم، ویلیو میمانیم یا ویلیوش میگیریم، او توسط این نام اٹریبیوت پراپرٹیش میشه. ایره ما تغییر میتونم، فرزن ما نوشته میکنم که txt فرزن value بنامه txt permission، ما این قسم یک نام برش میتونم. ایره ما میمانم آلی به خاطر چی تکس باکس ها گرفتم؟ تا که بفهمیم به یک تکس باکس تو ویلیو مانده میتونیم، از یک تکس باکس تو ویلیو گرفته میتونم. این کارا را ما شطور را میکنم، بازیتان شاید بلد هم باشین، با این بارتان خسته کن نشه. به خاطر از یک کس میگفتم ما از اینجا شروع کرده یک کمپلیت اپلیکیشن را جور میکنم و این چیزهایی هستن که در اوجا ما سرش کار میکنیم. بتن ها میباشن، سر بتن کلیک کردن میباشن، تکس باکس ها میباشن، از هر یکش ویلیو گرفتن، ویلیو دادن به او میباشه. این را باید شما از امی ابتدا شروع کنیم و سرش پرکتس کنیم تا که در چند کلاس های بعدی که ما اپلیکیشن را جور میکنیم چیزا باید براتون کلیر باشه. ولی فرضاً ما میخوایم وقتی که سر یک بتن کلیک میکنم یک دیالوگ باکس میاد، قسمی که ایجا ما گفتیم اینی دیالوگ باکس میاد. وقتی که این دیالوگ باکس میاد، این دیالوگ باکس دو بتن برای ما میده، یس نو. سر یس شم اگر ما کلیک میکنم اینجا ببینین همی گم میشه و سر نوش هم اگر ما کلیک میکنم همی گم میشه. گرچه در بیک اند ما که یس کلیک میکنم این دیالوگ باکس یک ویلیو ریترن میکنه در این مرحله در اینجا، و اگر ما نو را کلیک میکنم هم یک ویلیو ریترن میکنه. مگم چون که ما ویلیوش نگرفتیم، کنترل نکردیم، این دایرکت گم میشه، بعد از این کدام کودی وجود نداره، این ترمینیت میشه. ما ای را گرفته میتونیم و سرش یک کاری کرده میتونیم. این را ما با چند راه کرده میتونیم. یکی راهش ما برایتان بگویم. فرزن ما میگم وقتی که مسیج باکس میایه شو میشه برای ما، میگه که هلو ورد. فرزن این در کپشنش میایه یس نو بتن داره و مو ایکن کوشن مارک داره. ما که یس میکنم ای چی میکنه؟ یک ویلیو ریترن میکنه برای ما و او ویلیو در شکل دیالاگ ریزلت میباشه. خب با دیالوگ ریزلت ما بعدن میام. فرضاً این ویلیو ریترن میکنه، اگر ما یس میکنم یس ریترن میکنه، اگر نو میکنم نو ریترن میکنه. از کجا بفهم میره؟ ما میتونم که از یک ویلیو بگیرم و یک ویریبل پرتم، یک ویریبل استرینگ ما میندازم. ویریبل استرینگ شما میفهمین چی تو بگیرین استرینگ. فرضاً ما اینجا میگیرم که ریزلت از ایکوال تو چیزی که ریترن میکنه. مگر میگه شما ببینین ایرر میده، گرچه ما گفتم وقتی که ما یس کلیک میکنیم یس ریترن میکنه و اگر ما نورا کلیک میکنیم نورا. یس که ریترن کرد، یس یک سترنگ است و سترنگ ما میتونم یک سترنگ ویریبل پرتم، باز هم ایرر میده. ایرر چرا میده؟ قسمی گفتم درست است که او سترنگ است، مگم سترنگ در شکل دیالوگ ریزلت است. ایرر شما ببینین چی گفته است؟ cannot implicitly convert the dialogue result to string.
مطلب ای کی بر ما نتیجه را در شکل ڈیلاغ ریزلٹ میتا و ما را در ایک سٹرنگ ویریبل مندازیم which is not possible implicit conversion صورت نمیگره ما باید explicitly را convert کنیم انشاءالله که conversion implicit و explicit شما در visual programming وان خواندیم خب ما explicitly چطور میتانم ای ریزلٹ را convert کنم dot to string یک method است که ازیز تو خواده کده ما نتیجه شا convert کده میتانم بچی با string مطلب ای مکمل رن میشه او یک دیالوگ ریزلت میتا یس نو او یس نو را ای میتد با سترنگ کانورت میکنه و دیک سترنگ ویریبل ما ذخیره میکنیم حالی بعدن ما ایجا فیصله کده میتونم گفته میتونم که اگر فرزن هر چیزی که در ریزلت بود او را برای ما کجا بیاره در ایجا برای ما نشان بده در داخل ای تکس باکس تا که ما ای را دیده بتانم فرزن ما او را چطور میکنم با او تکس باکس ما یک نام دادم اگر یادتان باشه txt permission نامش بود ای رفرنس هست تو چی؟ تو دس تکس باکس نامی تکس باکس هست حالی من توسط ازی گفتم میتونم که txt permission dot مختلف متدا و پراپرتی ها را بالایی کنترول ما ایجا اپلای کده میتونم برای حالی من کدام شکار دارم میخوایم که متن نشه تغییر بتم تکس پراپرتی شما میگیرم وقتی که ده یک ویلیو میخوایم پرتم فرزن ما ده ایجا چی را میخوایم پرتم ریزلت چیزی که ده ای ویریبل ماست او را اوجا میتازم حالی ببینین ای را ما سیف میکرن میکنم وقتی که من بالای بتن کلیک میکنم شما بینید من اگه یس میزنم اینجا چی میای یس وقتی که من سرزی کلیک میکنم من اگه نو میزنم اینجا ببینید چی میای نو میای با می ترتیب تنها اینه ما قسمی که گفتم مختلف دیالوگ باکس ها رو اینجا گرفتم میتونم یس نو یا دیالوگ بتنز دات اوکی کنسل حالا شما ای را استارت کنین وقتی که سرزی کلیک میکنین یک ڈیالاگ باکس میں آئے با دو بٹن اوکے کینسل اوکیش چیرا ریٹرن میکنہ اوکی و کینسلش کینسل ریٹرن میکنہ خب شما یاد گرفتین کہ دا یک ٹیکس باکس چی طور ما یک ویلیو آسائن کدہ میتوانیم و یا ایونٹ ہم یاد گرفتین ایونٹ چی طور مینج میکنین و دوم از یک ڈیالاگ ریزلٹ ویلیو ریزلٹش چی طور گرفتہ میتوانیم خب این یک طریقش است دوم قسمی گفتم ضرور نیست که ما در شکل سترینگ را ذخیره کنیم ما فرضاً میتونیم ایره در خود شکل دیالوگ ریزلت ذخیره کنیم ما یک تایپ داریم اینجا به نام دیالوگ ریزلت ایره میتونم ما در دیالوگ ریزلت ذخیره کنم حال شما ببینید که من نمیتونم که سترینگ در دیالوگ ریزلت ویریبل پرتم به خاطر که او اکسپت نمیکنم من میتونم میرا پاس کنم ببینید ای برای ما یک دیالوگ ریزلت ریٹرن میکنه مسیج باکس و او را ما در یک دیالوگ ریزلت ویریبل انداختیم مگم آلی مشکل دیگه است که دیالوگ ریزلت ما با یک تکست فیلد اساین کرده نمیتونم به خاطر که تکست پراپرتی یک تکست فیلد که است او ویلیو سترینگ از ما میگیره و ای در شکل دیالوگ ریزلت است ریزلت ویریبل تایپش دیالوگ ریزلت است حالی ما میتونم کی جا بگویم که دات تو سترینگ اول با سترینگ کنورت کو هر دیالوگ ریزلت که است بعدن اساینش میکنیم به مو تکست فیلد اگر ان کنیم همو کار انجام میشه خب ایره ما یک فرزن ایره ما پس یس نو میکنم از بجه اوکی کنسل دات یس نو ایجا ما میتونم که یک کندیشن اپلای کنم یک مرور به کندیشن میتونم باشه زیاد به درد ما میخوره فرزن اگر ما بگویم که اگر در ای جای ما یس هم میزنیم فرزن اینی تکست فیلد که است هاید شوه فرزن اگه ما نورا میزنم و هاید نشوه درست است یا اگر یس میزنیم یک میسیج برای ما بیار اگر نورا میزنیم دو ما بیار اگر پی هایدینگ آلی نمیزنیم فرزن ایره ما چطور کده میتونم که اگر اف نتیجه حضور ما در ریزلت گرفتیم چیزی که در ریزلت وجود داره ویلیوش مساوی شوه با یس باز چی باید انجام شوه یک مسیج باکس برای ما نشان داده شوه فرزنده این مسیج باکس برای ما بگویه یا مستقیما در مو تکس فیلد ما نوشته میکنیم که txt permission dot text is equal to یک string در اوجه نوشته میکنم که you yes is selected بایی ترتیب خب و اگر نبود else باز ما چی گفته میتونیم که دمو جا دمو تکس فیلد برای ما چی نوشته شوه که you selected no
That's it. Ija shuma bini nia kerer as. Chimiga. Ija type as result kias dialog result as. Wa mai ra makhaisa me konum back string kina me tani mira kar anjam bati. Boz amu kar majbur asim konum kya wal ya ira ma ba dialog result tabdil konum ya string tabdil konum ya ura ba dialog result. Parzan mai ra tabdil me konum to string. Aur ima me tani ki comparison anjam bato. सही है मतलब चीज की तरह रिजल्ट है पूरा अवल बस स्ट्रिंग में बदल में कोने या स्ट्रिंग का मुकायसा कर दम ये तो नहीं बैक स्ट्रिंग की यस यस योनिस पर जाना कि रमा यस रन में कोनम वही जब मैं सेलेक्ट क्लिक में कोनम अगर मैं यस में कोनम शुमा भी ये नेम यस इज सेलेक्टेड व अगर मैं नो में कोनम मेगा कि यू सेलेक्टेड नो ये बाय एक तरीके से कि मैं स्ट्रिंग मैचिंग में कोनम द इफ बशक्ल देगी कि मैं मेतानम बोगोयम के इफ रिजल्ट इज इक्वल टू मैं डायरेक्ट यस नो ना मेगो वही खूब प्रैक्टिस हमने मैं डायलॉग रिजल्ट अब डायलॉग रिजल्ट मुकायसा में करूँ फर्जन वा मेगम की डायलॉग रिजल्ट डॉट यस ई कंपेरिजन अंजाम है यानी कि अगर मैं दो मैसेज बॉक्स यस सेलेक्ट कर दें वो यस ये डायलॉग रिजल्ट है दे रिजल्ट जखीरा में करूँ वो मोरा बहु यस मुकायसा में करूँ और भी बने हम कार अंजाम में शाम अगर मी तरीके बेहतर है अगर यस मैं कहूँ यस इज सेलेक्टेड अगर मैं नो मैं कहूँ मैं गई सेलेक्टेड नो वही शेक अभी हम गापे शिबूत के मौगफ्तिम एफ कंडीशन है क्या अप्लाई में करें बहुमी तरतीब फर्जान में तो हम यक्षान तक कंट्रोल आई दिगे रबी करूँ और यक्षान तक इवेंट आई दिगे बाजोज अज ई की मौक क्लिक में करें मुरा गिरफ्तार में तो हम फर्जान अगर मैं भी आऊँ एक चेकबॉक्स है भी करूँ मुझे एक चेकबॉक्स چند تا پراپرٹی زیرا تغییر میتوم فرزن رایت کلک پراپرٹیز اول امی مت نشه تغییر میتوم فرزن ما مت نشه نوشته میکنم خب کرنٹ سٹیٹسش میمانیم میایم در پراپرٹی تکست رایت کلک پراپرٹیز اور اگر بی بی نیم پوین در تکس پاپرٹی میں آئی متغیر میں تیم فرزان میں یہ نوشتہ میں کنم کہ شو ہائٹ صحیح شد بائی ڈیفالٹی چی میں باشا انچیکٹ میں باشا اگر ما بخائیم بائی ڈیفالٹی را ما گرفتہ میں تانم کہ باید چیکٹ باشا چیکٹش بھی بینین فالس ہے اگر ما ٹرو میں کنم یہ را بھی بینین چیک سٹیٹس اس چیکٹ میں شا باز بائی ڈیفالٹی چیک میں باشا مگر می سی اوم حالت ہم خوب پورا باز دائی جا میس میکنیم سیوم حالتش هم می باشه از یک چک باکس که او نی چک می باشه و نی هاید اکثرا شما در ویندوز دیدین که یک فیل واره می باشه که او بار اول می باشه که مطلب اینه سیلیکتید است و نی ان سیلیکتید است او زیاد به درد مام نمی خوره خب ای چی شد یک تکس باکس ما شد ولی با این تکس باکس ما مختلف ایونت ها را گرفته می تانیم فرضاً ما میگم که وقتی که میرا چک میکنم یک ایونت است وقتی که ان چک میکنم یک ایونت است یک کاری باید انجام شود فرزان مایرا می آیم دا پراپرٹیز و یک ایونت چکش تغییر می تم شما دا ایونتس بیاین یا شما ببینین یک ایونت از بنام چک چینج ای ایونت ما از گرفته می تونم خب پیش ما کی ایونت گرفتم ڈائریکٹلی ما سر بٹن ڈبل کلک کردم و او ایونت گرفته شد اگر شما بیاین بالای بٹن کلک کنین دا پراپرٹیز بیاین دا ایونت شما اگر بیاین ببینین ایجا دا کلک ایونت ایجا ای الریڈی گرفته است درست است او بای دیفالت آمده فرزان علی ما می آیم که ایجا یک چک چینج ایونت شو هایر ای چک باکس ها چینج کنم دا پراپرٹیز میم دا ایونت ایجا ما میتونم که دا کلک ایونت ایزی کار ما ندارم کلک میشه نمیشه وقتی که ای چک ازی چینج میشه مطلب حالت چک ازی چینج میشه که یا چک است یا چک نیست بخاطر ازی چک چینج ایونت است ایجا ما اگر دبل کلک کنم باز همو کار انجام میشه ببینین یک ایونت کریئت شده است دامی فرم است بعد از او ایونت بٹن کی جک بٹن کلک ایونت بود از این چک باکس ها که نامش چک باکس وان است کدام ایونتش چک چینج ایونتش آمده است ولی فرضاً ما میتونم بگویم که وقتی که این چک باکس چک می باشه ما میخواهیم که این شو شوه و اگر این چک نمی باشه ما میخواهیم که این چی شوه هاید شوه یعنی که با دیفالت این چک است و او شو میشه ولی اگر ما بگویم که اگر او چک از این چینج میشه باز ما چی را کده میتونم که بٹن ما که با نام بٹن وان است دات ویزیبل از ایکوال تو فالس ایرا ما میخواهیم که فالس کنم ویزیبلیتیش که ما فالس میکنم او چی میشه گم میشه حالی فرضاً اگر ما سٹارٹ میکنم ایرا بی بینین ما اگر سریزی کلک میکنم او
گم میشه اگر ما پس سرش کلیک میکنم او پس شو نمیشه چرا نمیشه که ما نگفتیمش که اگر ای چک بود او شو شوه و اگر ای چک نبود او هاید شوه ما فقط گفتیمش که حالت چک اگر تغییر میکنه او باید هاید شوه حالا شما ای را پس کنین فرزن ما میایم که حالت چک یزی را ما از چکت کده پس ان چک میکنم در پراپرتی بیاین ما ای را ترو کده بودم ای را ما پس فالس میکنم حالا شما بینین ای چک نیست ستارت میکنم میبینین یا اگر چک نباشم او شو است پیش اگر چک بود و موشو بود منتها وقتی که حالت چک ازی تغییر میشه چک چینج ایونت ما گرفتیم ما ای را سلیکت میکنم و گم میشه پس هر باری که ما حالت ازی را تغییر میتوم امو یک ایونت فار میشه ایونت چی است که چک چینج این ایونت که ما ایجا گرفتیم و ده ایونت ما چی کردیم ایونت که فار میشه ای را نمیبینیم که او شو است یعنی فقط او را هاید میکنیم فرضاً این کار ما میخواییم کنترل کنم که اگر چکت بود بعدن شوش کو اگر چک نبود هایدش کو ایجا با چند طریقه ای کارم آفتا میتونیم شما فلکسیبیلیتی پروگرام هم ببینید فرزن ما ایجا یک اف کندیشن هم میزنم میگم که اگر امو چک باکس ای که ما ایونت بالایش فایر کردیم با نامی چی است چک باکس وان است دات چکت بود ایرا ببینین وقتی که شما چک پراپرتی از ایرا کال میکنین ایرا ببینین چی برای ما میگه بولین چک چک gets a set of value indicating whether the system whether the check box is checked state or not ایرا میبینه که او چک شده است یا نشده است مطلب تک مارک زده شده است یا نشده است اگر چکت is equal to true بود فرزن باز چی باید انجام شوه؟ خب ما true را در double quote نمیگیریم directly true value پاس میکنیم درست است بخاطر ازی که ای یک boolean value است و result ازی property checked هم boolean است اگر او checked بود ای true میگه اگر او checked نبود ای false میگه باز ما میتونیم بگویم که اگر true بود checkش باز ما بگیم که button ما که از button 1.visibility ای که show شوه او را ما true میکنیم او باید شو شوه و اگر ترو نبود یعنی که فالس است یعنی که او چک نیست او که چک نبود بتن ما هم باید که معلوم نشه بتن دات ویزیبل از ایکوال تو یم باید فالس باشه اینو شما ببینین استارت کنه حالا چک نیست وقتی که ما چک میکنم او شو میشه بخاطر از اینکه ما برش گفتیم که وقتی که ما حالت یزی را تغییر میکنم دا داخل یزی متد میایه در داخل متد ما دایرکتلی حالت بتن تغییر ندادیم چک کردیم که آیا این چک باکس چک است ترو است آری که ما چک کردم این ترو شد ترو که شد و ویزیبیلیتیش برقرار میمانه اگر ما ای را ان چک میکنم باز در ال سپارت میاد و ویزیبیلیتی بتنم گم میشه ای را شما ویژوالی اف ستیتمنت و اف ال ستیتمنت هم میبینین و مختلف ایونت های کنترول هم میبینین چک این ان چک بای ترتیب و امی کار ما با یک شکل بسیار کوتاه مختصرم کردم میتونه چی بوده میتونه که امی کار انجام شو فرزن به یک لاین ستیتمنت ما ایکوال اف ال سا پاک میکنم و از بجای از این فقط یک کار میکنم اگر شما متوجه شده باشین ما که ایرا چک میکنم یک ویلیو ترو ریترن میشه و ما که ایرا ان چک میکنم یک ویلیو فالس ریترن میشه درست است و وقتی که ما ویزیبیلیتی از ایرا ترو میکنم شو میشه و ویزیبیلیتی از ایرا فالس میکنم هاید میشه درست است ما باز ضرورت با افلس ندارم دایرکتلی قسم گفته میتونم که بتن 1.visibility مربوط به چی میشه مربوط به چک حالت چک باکس ما میشه چک باکس 1.checked That's it. امی کارا که ما پیش در 3-4 لاین نوشته کرده بودم ولی هم کرده میتونم بخاطر از اینکه چی میکنم اولی را شما ببینید ما را رن میکنم اگر ما ای را چک میکنم او شو است اگر ما نمیکنم او هاید است اگزکت سیم کار است مگم پیش ما در 5 لاین نوشته کرده بودم ماری در 1 لاین چی میشه وقتی که ما حالت ای چک باکس تغییر میتیم میایم در ایونت چک چینج درست است در ایونت چک چینج چی میشه اول ای چک گرفته میشه اول ای دست ایوالویت میشه دست راست ایکوال ستیتمنت که است هر وقت اول ایوالویت میشه ایک ایوالویت میشه از چک باکس 1 حالت چکش میگیره که چک است یا نیست اگر چک بود ای میگه ترو اگر چک نبود ای میگه فالس خب وقتی که ترو میگه ترو را با کی میتیم
با ویزیبیلیتی بتن که بتن ویزیبل باشه، یعنی وقتی که فالس میگه میگم که بتن ویزیبل نباشه، از این خاطر ای کار انجام میشه. درست است، این هم مختلف به این قسم ما میتونیم مختلف الیمنت های فرم بگیریم و چی کنیم، مختلف ایونت ها را بگیریم، از او ویلیو را بگیریم، او ویلیو ها را محاسبه کنیم، کلکولیت کنیم یا کار انجام بدیم و در فرم خود یاد چی خود تغییرات بیاریم. با این شکل شما میتونین که زیادش را پرکتیس کنین، اما زیادی که شما شاید در ویژوال پروگرامینگ وان خواندین، فرزن ریدیو بتن را پرکتیس کنین، فرزن پیکچر باکس هم دیدین او را پرکتیس کنین، مختلف کانتینر ها را بگیرین، کمبو باکس و چک باکس لیست پرکتیس کنین. با این ترتیب شما با ایونت و پراپرتی ای فرم الیمنت ها خود آشنا کنین. بعد از این ما هم یک دو سه کلاس دیگه هم میگیرم بالای می فرم کنترل ها. بعد از اینکه شما اکثر کنترل ها را شناختین در یک کلاس آینده، معمولا در دو کلاس آینده، بازن دایرکتلی میریم با دیتابیس، کنکشن با دیتابیس میگیریم و در این فرم دیتا را از دیتابیز میگیریم یا از این فرم دیتا روان میکنیم با دیتابیز تا که یک اپلیکیشن را ساخته بتانیم. اصل هدف امروزی ما می بود که شما را با کورس آشنا بسازم، با این بیسیک الیمنت آشنا بسازم، یک ویندوز فرم جور کرده بتانیم و شما فقط پرکتیس تان کنین با مختلف تکس باکس ها، پراپرتی و ایونت هاش. بعدا انشاءالله پیش میریم به طرف ساختن یک اپلیکیشن. قسم گفتم ای درک ماست که شما تا ایجا میفهمین و تا ایجا خواندین و انشاءالله به این قسم که ما گفتم شما ما رو فالوآپ کرده میتونین نظر به خواندگی ویژوال پروگرامینگ وان تان. اگر باز هم کدام جای مشکل دارین دایرکتلی با ما یا با نماینده تان تماس بگیرین که یا کدام سجشن و پیشنهاد دارین که از اینجا شروع کنیم نکنیم، ما با از جای درست شروع کردیم یا نکردیم. منتها زیاد و قدر چی نباشین که خود بکورد کنین زیاد، که پس مرا مجبور کنین که از بیسیک پروگرامینگ بارتان شروع کنم، چون وقت و سمسترتان باز ضایع میشه. دهی سمستر اگر شما دیتابیز ریلیتد کارا را کنین و این قسم اپلیکیشن ها را بسازیم زیاد خوب است. یک انتروداکشن بود، دیگه ادامهش انشاءالله ایدوانس تر میریم. این فقط آشنایی با ایونت و پراپرتی و ویندوز فرم و ایگا پا بودن. تا سم روز بعدی انشاءالله همه قدر کفایت میکنم.